و اما این که چرا مجمعه عمومی سازمان ملل از راه یافتن نماینده امارت اسلامی به این سازمان جلوگیری می کند؟ شرایط سازمان ملل به دادن عضویت به دولت ها چیست؟ و مهمتر از اینها، امارت اسلامی با چه نقشه راه می تواند به کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل دست یابد؟ موارد است که با مهمانان برنامه آقایان امید صافی رئیس روند پیشرفت ملی افغانستان، سید محسن حسینی آگاه مسائل سیاسی و امین گونه آصف مبلغ آگاه روابط بین الملل که از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند بحث میکنیم. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای مبلغ، من میخوایم آغاز بحث را با شما بکنم. سازمان ملل در بدل چه شرایط عضویت این سازمان را به دولت ها میته؟ با سلام و درود خدمت شما، مهمانهای محترم شما و مردم مظلوم افغانستان. ببینید، عضویت در سازمان ملل مرتبط به شرایط هست، مرتبط به پیش زمینه های هست که از جمله او مشروعیت در داخل و قبول مورد قبول بودن در داخل و همچنین متابعت از قوانین و موارد حقوقی نظام بین الملل هست. من فکر میکنم که گروه طالبان فعلا یک حکومت را که به اصطلاح مشروعیت در داخل داشته باشه و همچنین مورد شناسایی کشورهای دیگه قرار گرفته باشه، یک چنین شرایط را نداره. بله، پیش از اینکه سر این موارد بحث بکنیم آقای مبلغ، تنهایی که سازمان ملل به شرایطی که خوب به دولت ها عضویت سازمان را میتیام و نماینده شان را میپذیرم، این دو مورد است، یکی مشروعیت داخلی و دیگم رعایت حقوق بین المللی. بس تمام اینها هست، یعنی هم مشروعیت داخلی، مشروعیت بیرونی، رعایت حقوق بین دول، که هیچ کدام از اینها متاسفانه عملی نشده. یعنی ما با وضعیت روبرو هستیم که نه مشروعیت داخلی به وجود آمده، نه هیچ کشوری در دنیا حکومت طالبان را قبول کرده و هیچ یک از کنوانسیونای به اصطلاح بین المللی توسط طالبان قبول نشده و مورد اجرایی قرار نگرفته. بعضا صراحت داره مقامات طالبان که ما این موارد را نمیپذیریم. درست، برمیگردم به شما آقای مبلغ. تنش امکان ایه که کرسی سازمان ملل به گروه طالبان واگذار شده بسیار مشکل هست. تشکر. ولی خب آقای حسینی، در حالی که شما صحبت های آقای مبلغ را شنیدین، میگن که خب به شرایطی که سازمان ملل داره به او هنوز دست پیدا نکرده امارت اسلامی بر ازی که عضویت جامعه ملل برش داده شوه یا نماینده دائمیش پذیرفته شوه در او سازمان، اما امارت اسلامی میگه که ندادن کرسی به امارت اسلامی غیر قانونی است. پس این اساس چی حرف مطرح میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب عالی و همکاران شما و تشکر از مهمانان حاضر در بحث و بینندگان خوب تلویزیون جهانی طول نیوز. در رابطه با موضوع نشست سازمان ملل در رابطه موضوع افغانستان که سومین بار هست که سازمان ملل کرسی نمایندگی افغانستان را به امارت اسلامی نمیده، و من برداشت ما در رابطه با این موضوع دو چیز هست. اول اینکه تصور من این است که در سازمان ملل همینطوری که شما ملاحظه میفرمایید و در جریان هستین، اون کمیته که اعتبارنامه های کشورها را بررسی میکنه در سازمان ملل، نسبت به گزارشی که در رابطه با اوضاع افغانستان و نحوه حکومتداری در افغانستان تحت سلطه یا تحت حکومت امارت اسلامی، اون گزارش در سازمان ملل به نظر من یه مقدار مغرضانه و غیر منصفانه بوده است. ولی او یک طرف قضیه، او را حتما با شما بحث میکنیم.
ابتدا خب شما صحبت های آقای مبلغ را شنیدین، میگن هیچ شرط جامعه ملل را برآورده نساخته که عضویت سازمان ملل را داشته باشه امارت اسلامی. دی بار دیدگاهتان چی است؟ امارت میگه که خب غیر قانونی است تصمیم سازمان ملل و باید کرسی دائمی افغانستان برشان واگذار شود. بله اگر اجازه میدادین من به اونجا میرسیدم. درست بفرمایید. و این یه نکته هست که این گزارش را از نظر بنده به گزارش منصفانه نبوده و نکته ای که سازمان ملل میگه افغانستان و دولت فعلی افغانستان امارت اسلامی اون معیارهایی که باید ما او را به رسمیت بشناسیم یا نماینده او را در سازمان ملل به رسمیت بشناسیم اون معیارها را هنوز پره نکرده یا به اون نرسیده. در رابطه با همین موضوعات جنجالی که امروز سازمان ملل و دنیا روی بحث داره، بحث حقوق بشر، حقوق اطفال، زنان و مسائل مکاتب، مسائل دیگه در داخل افغانستان هستش داره. که همیشه هم جنجال دنیا و سازمان‌های بین المللی روی همین قضیه بوده و عالم برای فعلا هستش. اینا که من تصورم این هستش که اگر امارت اسلامی میخواد از این وضعیت عبور بکنه، از این وضعیتی که برای فعلا ما بیش از 2 سال هست درگیر و هستم، اینها نسبت به او خواسته هایی که سازمان های سازمان ملل داره نسبت به او خواسته ها یک مقدار به هر حال از خودش کرنش نشان بده، یک کمی نسبت به اون موضوع یک کمی فکر میکنم که واقع بینانه موضوع رو دنبال بکنه. بله بقای صافه، شما چه نگاه دارین به تقابل که میان سازمان ملل و همین گونه امارت اسلامی وجود داره بر سر عضویت افغانستان در سازمان ملل و ای که کرسی دائمی افغانستان را به امارت اسلامی واگذار بکنه؟ چرا فکر میکنین هنوز هم سازمان ملل به این نتیجه نرسیده که این کرسی را بده به نماینده امارت اسلامی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسر کتاب سترازی قیار صاحب طلوع تلویزیون لیدون کو کتون کو تا او درنو ملمنو تا سلامونه او نه که هله وړاندې کوم رازغزیار صاحب راځي حقایق ته نظر وکړو مونږ باید. زه وایم دغه اوس په افغانستان کې دا یو حاکم نظام دی، دې ته باید مونږ ګورو ونه وایو. ځینې دوستان په رسنیو کې یا هغه کسان چې د سکایپ د لارې غږیږي یا په رسنیو کې ناست دي دې ته یو ګورو وایي. دا اوس یو حکومت دی، دا داسې حکومت دی چې په افغانستان تمیامت ارزی باندې حاکم حکومت دی، په افغانستان فارازی باندې حاکمیت لري، په افغانستان کې په 99% امنیت تامین دی په ټول مملکت کې په ټول هیواد کې. دا اوس چې کوم کس فائق په دې کرسۍ باندې ناست دی دا غیر عادلانه دی، باید نړیوالو ته مونږ تا مونږ سره ظلم کړی دی، ملګرو ملتونو مونږ سره ظلم کړی، مونږ د افغانستان حکومت سره هم ظلم کړی دی، هم د افغانستان ملت سره ظلم کړی، هم قانون نقص کړی دی. هغه رسمي نظام چې تیر نظام و د جمهوریت دوره هغه دوره نور ختمه ده. د د تیر جمهوریت کس ساتلی تر اوسه پورې په ملل متحد کې په ملګرو ملتونو کې د دې چوکۍ د خاطره ګوره. دا خپله یو غیر عادلانه پرېکړه ده، دا غیر یو مسؤولانه پرېکړه ده، دا خپله ملګرو ملتونه یو غیر عادلانه پرېکړه کوي، یو غیر قانوني پرېکړه کوي. دا د افغانستان د حکومت نمایندګي نشي کولی، د افغانستان د اولس نمایندګي نشي کولی، د افغانستان د ملت نمایندګي نشي کولی. د افغانستان د مشکلاتو د ستونزو نه یو خبر نه دی، با خبره نه دی، وزارت خارجه سره ارتباطات نه لري، د افغانستان حکومت سره ارتباطات نه لري، د افغانستان حکومت نه دی معرفي کړی، دا غیر قانوني نه. بله حتی در تقابل هم قرار داره آقای اندیشه که شما بر از او اشاره کردین آقای فائق. ولی خب بحث دیگر مطرح شد از طرف آقای مبلغ، هر چیز یک اصول داره. اگر امارت اسلامی میخواد که برسه به این کرسی باید مشروعیت داخلی را کسب بکنه، چیزی که آقای مبلغ گفت، همین گونه مطابق قوانین بین المللی باید حرکت بکنه، رعایت بکنه او قوانین را و بعض ارزش هایی که است مثل رعایت حقوق بشر، رعایت بانوان و این موارد را رعایت بکنه، خود به خود کرسی را میتوارش. طالبانو یا اوسنی حکومت یا نظام رعایت ته هغه ته وایي چې په تمامیت عارضي باندې یو حاکم نظام داخلي مشروعیت. بله کورنۍ مشروعیت، که طالب کورنۍ مشروعیت نه درلوده په ټول افغانستان کې 6000 طالبان زیات و کم و. د افغانستان د نظام 3.5 لک اردو وه، پولیسو، امنیتو، 15 لک او 30 زره نظامي کسانو. ولی په لس ورځو کې ټول افغانستان ورته پ مشروعیت بله معنا لري. راځمه دې سره ولس و تا
طالب سره ولوسو تر ننه پورې طالب سره داخلی مشروعیت په دې د لاسه کړی چې ولس څنګه ولاړ دی. ولس ته چې هغه کومې ستونزې د ولس وي هغه طالب نسبي د نورو حکومتونو هواره کړي دي. څلور نیمې لسیزې په افغانستان کې نه یو تمیمتي ارزي باندې حاکم نظام موږ نه درلوده، اوس شکر الحمدلله لرو. تیر امارت هم په افغانستان باندې په ټول افغانستان باندې حاکمیت نه درلوده، نن دا اوسنی حکومت په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. ټول ولسونو سره ناستې ولاړې کوي، ټول ولسونو غوښتنې اوري، د ولسونو غوښتنې مني. خو دې ته نو تاسو څه شی وایي؟ ولې دا داخلي مشروعیت نه دی؟ نړیوالو سره، نړیوالو سره افغانستان هیواد هیڅ هیواد ته خطر نه دی. افغانستان هیواد هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکوي. خیلی سپاسگزار حتماً به شما برمیگردیم. آقای مبلغ میشنوین، خب دیدگاه آقای صافی است که مشروعیت دار امارت اسلامی و ای که سازمان ملل عضویت امارت اسلامی را نمیپذیرد در این سازمان و کرسی دائمی افغانستان را نمیته به امارت اسلامی، ظلم است که میکنه. در طی دو نیم سالی که از آمدن مجدد گروه طالبان ما شاهد بودیم، ببینید من شخصی هستم که منتقد بسیار شدید حکومت آقای غنی و کرزی بودیم و در اون زمان هم در رسانه ها حتی به ما مارک طالب را می زدن. و امروز ما می خواهیم ای را بگیم که در طی دو و نیم سال که از آمدن طالبان گذشته علائم بسیار زیادی از خطرهای بسیار کلان را ما متوجه میشیم. من به عنوان یک تحلیلگر بی‌طرف صحبت آقای مولوی ندیم یا قاری ندیم الله ندیم را شما بشنوید، نفی تمام مذاهب دیگر غیر از مذهب حنفی، صحبت به اصطلاح معین تعلیمی بامیان را بشنوید، نفی تمام زبان ها غیر از زبان پشتو، صحبت کلانای آقای ذبیح الله مجاهد را بیاد بیارید که گفت ما خود را متعهد به قوانین بین المللی نمی بینیم و جاهای را هم که در تصادم با افکار ما باشد به هیچ عنوان نخواهیم پذیرفت. شما امروز با یک شبه حکومت مواجه هستید که نه قانون اساسی داره، نه حقوق و مکلفیت های حکومت و مردم در او مشخص هست، نه قوانینی که بر مبنای او مردم جزا داده میشه یا پاداش داده میشه مشخص هست، نه حقوق و وجایب اقوام مشخص هست، نه شکل و فرم حکومت مشخص هست. یک چیز شلغم و شوروایی که من اسمش را نمیتونم حکومت بگذارم، این شبه حکومت هست. شما وضعیتی را که در بر سر مهاجرین ما در پاکستان آمد را دیدید. من این را بیخردی های تکرار بیخردی های داوود خان میبینم. داوود خان در تصادمی که با پاکستان قرار گرفت مردم ما را به قحطی برد. جنگ 15 روزه داوود خان با پاکستانی ها افغانستان را به قحطی برد و من بامیانیه که هیچ مشکل با مرز دیورن ندارم، من بدخشانیه که هیچ مشکل با مرز دیورن ندارم، قربانی هوسهای جاهلانه لوی پشتون خواهان شدم. امروز هم اگر جوان ما کهنسال ما ترد مرز میشه به دلیل ارتباط گروه طالبان افغانستان با تی تی پی پاکستان هست. ولی خوب او ادعا ثابت نیست آقای مبلغ، تنها در حد یک ادعا است. ولی که شما چون رسانه و تحت فشار هستید مجبورید، یک چون این چیز واقع بله یک چون این چیز واقعیت نداره آقای مبلغ که شما میگین. ما به شما برمیگردم، اجازه بدین یک وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم به شما. ادامه برنامه هم پس از وقفه.
باب ادامه برنامه خوش آمدین. آقای مبلغ کوتاه، شما حرفایتان تکمیل بکنین، ای که چرا جامعه جهانی در تقابل است با امارت اسلامی، چرا به تعامل نمیره؟ ببینید، ساختار حکومت را که تشکیل داده طالبان، شعارهای را که میده، رفتارهای را که میکنه و همچنین وضعیت فعلی را که در افغانستان وجود داره اقتضا نمیکنه که این حکومت به رسمیت شناخته شود. اقتضا نمیکنه. یعنی ما بیاییم واقعا بیاییم، شما بیایید مثلا بدون کدام حب و بغض و طرفداری یا مثلا غیر طرفداری، چیزی را که جور کرده اند دوستان، آیا این به حکومت میمانه؟ من نمونه های از صحبت های کلان های اینا رو برتان گفتم. تحکیم یک چنین حاکمیت مصیبت هست برای مردم افغانستان. تا تغییر نکنه و نپذیر واقعیت های مردم افغانستان را، مصیبت هست. شما ببینید منابع مردم افغانستان امروز توسط چنایها غارت میشن، نفت آمو 20-80 میره. هیچ جای شما حق نداره ثروت ملی را زیر پنجا بده. درست، برمیگردیم به شما آقای مبلغ، خیلی سپاسگزارم. من به شما برمیگردیم، ولی آقای حسینی، شما هم گفتین که در بعض موارد باید امارت اسلامی کوتاه بیاید تا جامعه جهانی به رسمیت بشناسه و حکومت را و کرسی نمایندگی دائمی هم برش واگذار شود، چی بکنه؟ ما بارها از همین تریبون شما به تریبون های دیگه عرض کردیم، جامعه جهانی که امروز بهانش موضوع دوست موضوع جنجالی وجود هست، ما برداشت ما این استش و خواهش ما از امارت اسلامی همینه که در راجع به این دو سه تا موضوع جنجالی که امروز جامعه جهانی رو بحث داره، بحث حقوق بشر، مشارکت زنان، مسائل مکاتب و دانشگاه ها، این دو سه تا موضوع را جدی بگیرن و این بهانه را از جامعه بین المللی بگیره. گرچه ما باز هم تکرار میکنم، گزارش سازمان ملل مغرضانه منصفانه نیست و از او طرف هم فشارهایی که مخالفین امارت اسلامی در خارج از کشور، در نشستهایی که شما در کشورهای اروپایی و مسکو و بعضی جاها امروز روزها شاهدش هستی، همه اینها تأثیرات خودش را بر اون تصمیم نهایی سازمان ملل یقینا داشته و دارد. و از اینکه سازمان ملل از حضور نماینده امارت اسلامی در سازمان ملل خودداری میکنه، من اینجا میخوام این عرض بکنم که اگر یک نماینده از امارت اسلامی در سازمان ملل باشه و در تصمیماتی که سازمان ملل در امور افغانستان گرفته میشه، انتقادات و پیشنهاداتی که در رابطه با موضوع افغانستان، نحوه حکومتداری، مشارکت عمومی و مسائل دیگه در داخل افغانستان، اگر با حضور نماینده امارت اسلامی این خواسته ها مطرح شوه، مثمر ثمر هست، یا اینکه اصلا نماینده نداشته باشه. و از اون موضوع در رابطه موضوع افغانستان یک کشور مسلمانیه، اینجا عنعنات فرهنگ خودش داره. اون چیزی که خارجی ها در 20 سال گذشته برای افغانستان خواسته، با توجه برای که من به جناب آقای مبلغ خیلی احترام دارم، خیلی از مواردش برای من قابل قبول نیست. مثلا کدام مورد؟ مسائل این است، در گذشته 20 سال حکومت دولت گذشته در افغانستان با تمام حمایت خارجی ها و داخلی ها و همسایه ها در افغانستان حکومت کرد. سازمان ملل و جامعه جهانی برای افغانستان مسلمان دیندار دینمدار چی میخواست؟ برای اونا عزت میخواست؟ نه. برای زن افغان عزت و شرف میخواست؟ برای زن افغان بی حجابی میخواست؟ برای زن افغان بی پردگی و بی عفتی میخواست؟ این در جامعه افغانستان، در مردم افغانستان که دین مدار هم مسلمان هست، قابل قبول نیست. دولت امارت فعلی امارت اسلامی با عنعنات و فرهنگ مردم افغانستان، با پشتوانه مردم افغانستان داره حکومت میکنه. ولی خب درست است، اما بهانه ها هم شما برش اشاره کردین که هنوز هم از سوی جامعه جهانی وجود داره. چرا امی بهانه رو نمیگیره؟ عرض از دست جامعه جهانی بکنم. شما عنعنات و فرهنگی مردم افغانستان را در نظر بگیره سازمان ملل و جامعه جهانی، از اون طرف خواسته های مشروع خودش را در رابطه به نحوه حکومت داری، مسائل حقوق زنان، مسائل حقوق بشر، مسائل
مسائل توریسم، مسائل دیگری که در داخل افغانستان هسته، بیاین با اون چی که منطبق با فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان هست مطرح بکنه و او خواسته های اونها و اون پیشنهادات اونها قابل قبوله. بحث رعایت حقوق بشر، بحث اجازه دادن برای بانوا به کار و همین گونه مکتب و دانشگاه ارزش است به سازمان ملل، و کشورهایی که رعایت نکنه خب ارزششان میره، حکم میکنه که بر از اونها عضویت نته در سازمان ملل متحد و کرسی رو به مو دولت نته. وقتی قصه ای قسمه است، خب هیچ گاهی هم نگفته که چی گونه مثلا خانم‌ها برن به کار در کدام شرایط. خب او شرایط را امارت اسلامی چرا تامین نمیکنه در داخل و اجازه نمیده تا هم بهانه گرفته شود از جامعه جهانی؟ من عرضم همینطوری عرض کردم، باز تکرار میکنم، بله این چیزایی که شما فرمودید جامعه جهانی روش تاکید داره، بله اینها ارزشه، زن حقوق داره، زن از نظر اسلام ارزش داره، حضور زن در مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خیلی مهمه، در دانشگاه بحث حقوق بشر، مسائل دیگه در داخل افغانستان مهمه و باید هم عرض کردم که امارت اسلامی باید نسبت به این مسائلی که دنیای مقدار روش بحث داره در راجع به تجدید نظر بکنه. اما اون چیزی که اونها بازخواهان او هستش، ما افغانستان مستقل میخوایم، اگر افغانستانی که با معیارهای عنعنات ما سازگار باشه. سپاسگزارم آقای صافی. سازمان ملل به عنوان بزرگترین، معروفترین و قدرتمندترین سازمانی که حالا در جهان است حضور داره، چرا دولت افغانستان باید به خواسته هایش تن نده و گوش نده؟ تصور ایزه بعد از مبلغ سبیو دو خبر ته اشاره وکم یا بس تاسو سوال ترایش مهربانی پلان درو مبلغ سره تمنګ ډیر احترام لرو او خدا بعض خبر چې دی دا نفرتونه زیګوي، دا بعض خبر چې دی دا دشمنی زیګوي، دا بعض خبر چې دا قوم بستی کوي چې زه په عنوان دی یو بامیانی زما د ډیورن کرکې سره څه، زه په عنوان دی یو بدخشانی زما د ډیورن کرکې سره څه. نه، د افغانستان تمامیت ارزی کې چې څوک اوسیږي د هغې ګټې مشترکې دي. څوک چې په دې خاوره کې اوسیږي، په دې خاوره کې ژوند کوي، که مبلغ صاحب ځان افغان نه بولي، ځان د افغانستان نه بولي، بامیان ولې یو مملکت دی، بدخشان ولې یو مملکت دی، موږ د افغانستان په سطحه باندې خبرې کوو. موږ چې د پاکستان سره کومه مسله ده، د ډیورن مسله ده، بله موضوع وي، بله موضوع وي، د بل هیواد سره وي، موږ افغانستان شموله موضوع ده. دې کې نه ازاره ځای لري، نه ازبک ځای لري، نه پښتون ځای لري، نه تاجک ځای لري، نه یماغ ځای لري، نه پشي. موږ دلته د افغان مسله ده، موږ د افغانستان پښتون دی که تاجک دی که ازبک دی که ازاره ورور دی که ټول ورونه دي، موږ د خپل د خاورې، خپل د عقبې، خپل د دفاع تمامیت ارزي باندې حاکمیت نظام غواړو، د هغې دفاع کوو. راځمه ستاسو مسلې ته، سوال ته. نړیوالو دا مکتب، دا پانتون، دا حقوق بشر د خوزو د یو بانه نولې ده. موږ بار بار په امارت اسلامي باندې دا غږ کړی دی چې تاسو خویندو ته د تعلیم اجازه ورکړئ، خیر خویندو ته د کار اجازه ورکړئ، اسلامي اصول م ورته ورکوئ، شریعت م ورته ورکوئ، قرآن م ورته ورکوئ، تاسو م ورته ورکوئ. خو دوی تر اوسه پورې چې وایي دا موقتاً ده، نه موقتاً ده، تر اوسه پورې ډیر وخت هم شو، ډیر وخت شو، باید دوی ته اجازه ورکړي. زه تاسو دلته د تلویزیون ته راغوښتی یم، ما نه پوښتنې کوئ، سوال کوئ، که په دې ملګرو ملتونو کې د طالبانو نماینده وای څومره ښه کار به د افغانستان اصلي هنداره به ملل متحد کې وړاندې کړې وه. ځینې مورځې کړی چې وایي، ځینې مورځې شبکې چې دا اوس هم دا کار کوي د پردي په لمسون باندې، یا غواړي چې د هغه حکومت سره چې کوم مخالفت دی، یا د نظام سره چې کوم مخالفت دی، کوي چې په افغانستان کې په خویندو باندې بندیز دی، د کوره نشي وتلی، چې د کوره وځي طالب ورته توپک په لاس ولاړ دی. مو ته ښار کې ښځې نه ګورو چې ازاده ژوند کې ګرځي. دقیق خبره ده، موږ تاسو باید په واقعیتو باندې وغږیږو. اوس در ناممکنه نه ده چې اسلامي عمارت د دغه څوکۍ ته لاس پیدا کړي. څو ډېر اسانه کار دي، دا د وایو کې دا څوکۍ ورکول کېږي. کوم اسانه کارونه؟ مثلا د کور دننه ولې مشروعیت پسې نه ګرځي؟ ولې تر اوسه پورې قانون اساسي نه لرو؟ ولې تر اوسه پورې دولت نه ده تعریف سوی؟ او داسې ځینې نور کارونه. د امارت نه بار بار موږ غوښتنه هم د ستاسو د رسنیو د لارې کړې ده. زما د شعار هم دا ده چې کله امارت راغلی دی، ما څلور غوښتنې د امارت نه کړې دي. یو، قانون جوړونه، چې قانون باید جوړ شي چې په هره بڼه وي. په دې پولیسو کې د قرآن کې نه دي راغلي چې د پولیسو قانون څه شی دی. په ترافیکو کې نه دي راغلي، ترافیکو کې قانون د قرآن کې نه ده، خبره نه ده راغلې. په مالیاتو کې د قرآن عظیم الشان کې نه ده ذکر شوې ده. زه وایم د قانون بڼه، د کتاب په بڼه ولیکل شي، ملت ته باید دا معلوم کی چې د وزیر صلاحیت چي دی، د ملت صلاحیت چي دی، د وزیر صلاحیت، رئیس صلاحیت چي دی، د والی صلاحیت چي دی، د پولیس صلاحیت چي دی، دا
اول حق قانون خبره ده دوم جرګه جوړول جرګه کې موږ داخلي مشروعیت تر لاسه کول طالبان باید جرګه جوړ کړی وي په دوه کلو کې باید دا یو جرګه جوړ کړی وي چې د افغانستان د ټولو قومونو نه د افغانستان د ټولو وګړو نه پکې برخه اخیستې وای داخلي مشروعیت هم ترلاسه کړی وي دریم قدم کې زموږ د خویندو د پانتونو د مکتبه سره ده بار بار م ورته ویلی دی چې دوی ته اجازه ورکړي چې تعلیم وکړي او د کار ته لاړ شي او کار زمینه ورته څلورم قدم کې موږ ورته ویلی چې دا حکومت یوازې د ملا مه کوه دا حکومت یوازې د طالب مه کوه دوی کې د افغانستان متخصصینو ته هم پکې ځای ورکړه د افغانستان ځوانان قدرونو ته هم پکې ځای ورکړه هغه مسلکي خلکو ته پکې ځای ورکړه چې د افغانستان ولس وګړی د هر ولایت ووایي چې زه په دې حکومت کې ځان داخل وګوني هر یو په عینه کې خپل ځان وګوري صاحب د دې خاورې ځان اختیار کړي دیر زیاده مننه. خب آقای مبلغ، بس هر دو مهمانی است که سازمان ملل هم به دنبال بهانه هاست در برابر امارت اسلامی بهانه میپاله و اصل بس اصل ارزش هاست در افغانستان که سازمان ملل و جامعه جهانی میخواه فکر و دید خودش عملی بکنه بالای مردم افغانستان. من دو تا نکته را اشاره بکنم. من قوم پرست هستم، نه مخالف قوم خواست هستم، نه عقده دارم، اما ناراحت هستم. 1880 عبدالرحمن خان همین مرز را قرار داد کرد، بعد از او پسرش رسمی بله. امضا آقای کرد. مبلغ اصل بحث ما سر کرسی سازمان ملل است نه خط دیورند. رازقیار صاحب بشار فشرده اشاره بکنین چون بحث میره به دیگه طرف. یک دقیقه وقت میبره. خب تمام اینا را ما دخیل نبودیم. اگر شما میگی که مسئله افغان است، مسئله افغان اگر است بگیرید یک رفراندوم برگزار بکنید، چند درصد افغان ها هست مسئله دیورند؟ و دوم سوم همین مسئله دیورند و دیورند خواهی تا حالا چقدر از ما قربانی گرفته، چقدر منابع فکری ما را صرف خودش کرده و چقدر مستمسک سیاستمدارای چالاک شده؟ توده قوم عزیز پشتون ما عزیز فایده برده؟ درست. حالا اگه به پرسش ما پاسخ بده نقام در دو طرف مرز اینا صدمه دیده از همین شعارهای واهی. و سومین نکته ای که اگر مسئله توری باشه خیلی مرز تاجیکستان را ما نمیپذیریم، چرا که اونجا هم مردم ما وجود داره، مرز ازبکستان هم نمیپذیریم. اما راجع به سوال شما، بله ببینید، یعنی در دنیا از 8 میلیارد انسان 2 میلیاردش مسلمان است، درست؟ و اینا در کشورهای مختلف وجود داره و اینا عضو جامعه بین الملل است. یعنی تمام اینا ارزش‌های اسلامی خود از دست داده و فقط طالبان میخواه که عضو جامعه بین الملل نباشه که ارزش‌های خود از دست نده. ولی آقای مبلغ، خب میبینین همین کشورهایی که شما میگین در اکثریت مطلقش حکومت‌های اسلامی نیست. شما فرض کنید که حکومت مثل حکومت سعودی اسلامی نیست به نظرتان؟ اعمالش بسیار مورد بحث است که باید در موردش بحث شود. آقای مبلغ، آیا شرایطی را که حکومت اسلامی باید داشته باشد داره عربستان سعودی؟ اسلامی هست. مالزی حکومت اسلامی. اگر شما اینقدر دایره شما تنگ است که هیچ جا اسلامی نمیبینید، او بحث جدا هست. ولی کشورهای مثل عراق، مثل سعودی، مثل ما اینا رو مسلمان میدارن. ولی بحث دیگه ای است. خب آقای مبلغ، چطور ما به میاد آی که سازمان ملل میکنه در برابر بانوا در افغانستان و موارد دیگری که به عنوان ارزش مطرح میکنه به او چطور باور بکنیم، در حالی که شما عملا میبینین همی عالم که ما خودت صحبت میکنیم آقای مبلغ، در غزه کودک ها و همین گونه بانوا زیر بمب آمریکا و زیر بمب اسرائیل داره جان میتاب، مکتب ها تعطیل است به دلیل جنگ، خانم ها مثلا اجازه ندارن که حتی زندگی بکنن، حق حیاتشان گرفته میشه. اگه این سازمان ملل واقعا اینقدر بحث انسانی را مطرح میکنه و به دنبال ارزش ها نیست که مهمانای برنامه به او اشاره کردن، چرا اونجا را چشم پوشی میکنه سرش؟ ببینید، ما معیارهای متضاد کشورهای و قدرت‌های کلان را قبول داریم. ببینید، ما قبول داریم که امروز در جامعه بین المللی یک نوع زورمداری حاکم هست، اما بحث من این هست که شما ببینید وقتی یک کشوری
حتی در بر اثر انقلاب به وجود می آید. در دنیا 10 تا کشور هست که امور بر رسمیت بشناسه و بعد سازمان ملل بگه که به دلیلی که 10 تا کشور یا 20 تا کشور یا 30 تا کشور مثلا این کشور را بر رسمیت شناخته، این حکومت را ما کرسی سازمان ملل را بدیم. یک حکومت حتی یک حکومت حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته. شما برید بین مردم افغانستان چند فیصد این را که آقای صافی میگن که اگر مردم نمیخواستی این اون حکومت پیشین نمیپاشید، اون مغلطه هست. قرارداد را که قطری ها بستن و بعد از او حکومت تماما تسلیم داده شد به گروه طالبان، این را به مفهوم مقبولیت بین مردم نبینید. من میخوایم این را بگم که یک وقت هست که ما میخواییم که از انتقادها فرار بکنیم و همون ساختار را که در ذهن خود ما هست اونمو را به هر قیمت به کرسی بشانیم. این گپ جدا هست. اونامش تمامیت خواهی هست، اونامش لجاجت هست. این تمامیت خواهی و لجاجت تاریخ ثابت کرده که به جایی نرسیده. با این ساختاری که شما فعلا درست کردید 80% مردم افغانستان موافق نیست در داخل. در خارج به هیچ عنوان مقبولیت نداره. یک راه ما داریم که دوباره به یک کانفلیکت و یک نزاع داخلی نرویم. تشکر. برمیگردیم برای راه حل. حتما با شما بحث میکنم. تشکر. حتما برای حل با شما برمیگردیم. میپذیرین آقای حسینی راهی را که حالا افغانستان و امارت اسلامی میره یک لجاجت است و عواقبی به نفع مردم افغانستان نیست چیزی که آقای مبلغ میگن؟ برداشت من این است که در همین 2 سال و اندی که از حکومت امارت اسلامی داره میگذره، برخوردی سازمان بین المللی و کشورهای اسلامی و جامعه جهانی با افغانستان با امارت یک برخوردی معقول نبوده. چطور نبوده؟ به این معنا که شما از اول ابتدای حکومت حالا مشکلات کم و بیش وجود داشت در رابطه با 2-3 تا موضوعی که در افغانستان برای فعلا اتفاق افتاده که یه آرزوی دیرینه مردم افغانستان بود. بحث امنیت در افغانستان شما امروز اگر یکی از مباحث بسیار مهمی هستش که در کشور یا مملکت اگر امنیت نباشه خب هیچ کاری نمیشه انجام داد. دقیق است آقای حسینی. ولی چطور فکر میکنین برخورد سازمان ملل و جامعه بین المللی با امارت اسلامی برخورد معقول نبوده؟ اجازه به من خود امیر داشتم عرض میکردم اگر شما بیاین در رابطه با اون چی که واقعهای جامعه افغانستان هسته تصمیم بخواید بگیرید که غیر از این هستش. در افغانستان امارت فعلا حکومت میکنه، امنیت به بالاترین نوع خودش وجود داره. بحث بازسازی‌هایی که امروز شما شاهد در داخل افغانستان وجود داره، در همین 20 سالی که آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان بود چی کردن با مردم افغانستان و با کشور افغانستان، این وجود داره. و اینی که گزارش هایی که به هر حال چند روز قبل نماینده سازمان ملل درباره افغانستان و مسئله توریسم و بحث های دیگه در افغانستان، این غیر اوقلایی بود. امروز که نماینده امارت اسلامی را باز از کرسی در نمایندگی در سازمان ملل محروم کردن، باز این غیر منصفانه است. به خاطر اینکه شما باید کمک بکنید، شما باید همفکری بکنید، خصوصا کشورهای اسلامی که اینجا یک وظیفه بسیار کلان و مهمی داره و باید اعمال نفوذ میکرد و سازمان بین الملل مجاب میکرد سازمان ملل را که نماینده طالبان نماینده امارت اسلامی بعد در سازمان ملل باشه تا خواسته هایی که جامعه جهانی نسبت به وضعیت افغانستان داره راضی به رو به رو بشینن بحث کنن و صحبت بکنن تا شاید ان شاء الله به یک نتیجه برسن. بله و خوب این بحث به یک لابی بزرگم نیاز داره که باید از طرف وزارت خارجه شوه با این کشورها شده. وزارت خارجه تا حالا شاید 2-3 نامه داده و پیشنهاد کرده و تلاش های زیاد از طرف امارت اسلامی در این زمینه انجام شده. متاسفانه نماینده که امروز به نام مردم افغانستان و در سازمان ملل هست جناب نصر احمد فایق که در اونجا در گزارش خودش هم اعلام کرده که ظاهرا ایشون در سازمان ملل سخنرانی هم نکردن که کار خوبی کرده، به خاطر اینکه واقعا حق امارت اسلامی بود که باید نمایندهش در اونجا باشه، از وضعیت موجود در افغانستان واقعیت هایی که داخل افغانستان بود از او دفاع میکرد و جامعه جهانی را شاید میتونست مجاب بکنه نسبت به رسم شناختن افغانستان و وضعیت افغانستان. تشکر آقای صافی. اهمیت عضویت در سازمان ملل در شرایط فعلی به امارت اسلامی چه است؟ فکر میکنین چقدر مهم است که باید کرسی را به دست بیاره امارت اسلامی؟
اوسنی حکومت او افغانستان ملت ته دا یو لوی ارزښت دی چې باید په ملګرو ملتونو کې زموږ استازی اوسیږي. باید د افغانستان د حقو د حقوقو څخه د افغانستان د بشري مرستو څخه هغه سازمانونه چې افغانستان سره نړیوال سازمانونه کومک وکړي هغو ته قناعت ورکړي نماینده د امارت اسلامي نو باید دی ته کې باید وی سل په سلو کې مونږ ته ضرورت دی. نو څه دونه مهم ارزښت ده د یو مهم ارزښت د ترلاسه کولو دپاره فکر نه کوئ دی اړینه ده چې یو څه د لاسه مونږ د امارت نه غوښتنه هم دا ده چې ته یو شی لاسته راوړې یو شی به د لاسه ورکوې خو داسې شی د لاسه ور نه ورکوو چې زموږ د دین په خاطر وي زموږ د اسلام په خاطر وي زموږ د معمتي ارزي په خاطر وي زموږ د فرهنګ په خاطر وي هغه شی چې زم د امارت نه غواړم او نړیوالې مې غواړي د افغانستان ملت مې غواړي امارت باید دا کار وکړي هغه حق چې د حکومت نه زم غواړم او زما د خاطرې نړیوال مې غواړي باید امارت دا کار وکړي باید یو څه کوتاری شي د افغانستان نماینده د اوسنی حکومت او د ملت نمایندګۍ باید هغه کس وکړي چې په افغانستان کې حاکم نظام وي نه هغه کس چې هغه تر اوسه پورې چې دا شل کلن د ملک د دې حکومت سره د تیر حکومت سره طالب مبارزه کوله دا غي نماینده چې هلته ناست وي نه افغانستان هغه اصلي حقایق هلته نه وړاندې کیږي نه د افغانستان هغه ستونزې مشکلات هلته نه وړاندې کیږي هلته شخصي فعالنه کیږي څه شي د ټلوالې خوښوي څه شي د مخالفینو د اوسني حکومت د مخالف خوښوي هغه شی هلته برنامې مخته وړل کیږي رازق یار صاحب زه راځمه د حقوقي بشر موږ څه ته وایو حقوقي بشر دې ته ویل کیږي چې په امریکا د یو کس د خاطره په زرهاو افغانان په شهادت ورسول د یو کس د خاطره بل لادن د خاطره وسامه د خاطره آیا مو حقوقي بشر نقص کړی دی که امریکا نقص کړی ولې د ملګرو ملتونه ولې د نړیوال سازمانونه د دې پښتنه ونه کړله په عراق باندې حمله وکړه په زرهاو عراقیان شهیدان کړل ولې د دنیا پښتنه په لیبیا باندې حمله وکړه لیبیا د بنځه یې وړه په سوریه باندې حمله وکړله کله مخالفین د بشر الاسد حمایه کوي کله بشر الاسد حمایه کوي ولې د ملګرو ملتونو ولې نړیوال سازمانونو د امریکا نه پښتنه نه کوي اوس په اسرائیل په فلسطین باندې لکه تاسو ورته اشاره وکړه په زرهاو بې ګناه او بې دفاع فلسطیني مسلمانان وژني ولې نه کوي اصلا د دې ګوره د دې دښمني د اسلام سره ده د دې دښمني د قرآن سره ده د دې دښمني د دین سره ده تر سوار له سوه کاله دا دوام کړی تر قیامت به د مسلمانو د کفر دا دوام وي آقای مبلغ بس را جمع میکنیم در حدود یک دقیقه بر شما وقت داده میتونیم از چه راه های باید امارت اسلامی پیش برد تا حداقل می بنبستی که به میان آمده در روابط با جامعه جهانی ای از بین بره و به کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد که از اهمیت زیاد برخوردار است به او دست پیدا بکنه من یک خواهش دارم و ما همی است که موضوعات مختلف با هم خلط نکنیم مخلوط نکنیم اینه که آمریکایی ها خونخوار هست آمریکایی ها زورگو هست به اینجا حمله کرد به اونجا حمله کرد فلسطین اسرائیل تمام اینا رو ما با شما مگر مشکل داریم همه اینا رو ما هم قبول داریم ما هم وضعیت فلسطین رو میبینیم اما ما میگیم که این ساختار رو که شما درست کردید عدالت نمیاره این ساختار رو که شما درست کردید طیفای زیاد اجتماعی در افغانستان را ندیده میگیره مطابق با واقعیت های افغانستان نیست و این حرکتی را که شما نسبت به اقوام افغانستان زنان افغانستان دگراندیشان افغانستان هر کسی که مثل طالب فکر نکنه دشمن اینا هست و غربی هست چه باید شود؟ عقده‌ای هست و نمیفهم چی هست راحل. با این نگاه قید شما ما نمیتونیم به یک ثبات داخلی دست پیدا بکنیم شما بحث آمریکا و اینها رو کنار بگذارید سازمان ملل رو کنار بگذارید ما در بسیار از چیزا با شما موافق هستیم بله. ما آمریکایی ها رو ما میفهمیم که چی میکنن غربی ها رو میفهمیم که چی میکنن اما بیاییم مشکلات داخلی خودمون رو روش بحث بکنیم تشکر. ما خواسته های تاریخی داریم به عنوان اقوام که هیچ وقت دیده نشده در 20 سال گذار. جمهوریت هم اینا دیده نشده درست تشکر آقای مبلغ اگر شما هم نبینید باز میریم به همون اجازه بتین دیدگاه مهمانای دیگر هم داشته باشیم و بحث با اینا هم جمع بکنیم چی باید چه با گفته شما با آقای حسینی بنبست باید شکسته شد و ادامی به نفع مردم افغانستان نیست قسمی که شما هم اشاره داشتین در حرف دو سه نکته رو به حد یک دقیقه عرض میکنم بفرمایید جامعه جهانی بپذیرد واقعیت موجود در افغانستان را حکومت امارت اسلامی مردم افغانستان
حکومت امارات اسلامی به مردم افغانستان هیچ مشکلی برای فعلا نداره. مردم افغانستان به حمایت از امارات اسلامی برای فعلا هست. حالا این مخالفت های کم و بیش در خارج، در داخل ما نداریم، در خارج از کشور اینها به هر حال چیز زیاد مهمی نیست. نکته دیگه فشرده تر، سازمان ملل باید خواسته های خودش را با مشوره امارت اسلامی بر اساس قوانین اسلامی مطرح بکنه. و امارت اسلامی، حرف آخر، امارت اسلامی هم دو سه نکته ای که جنجال جهانی است و این را بپذیره و این جنجال را به پایان بده. سپاسگزار. بسیار فشرده شما هم اشاره بکنین آقای صافی. چی باید شوه؟ چطور بیرون چویم از این وضعیت و چطور با جامعه جهانی و سازمان ملل تعامل شوه به باور شما؟ باید زمان حکومت دغه کومې غوښتنې چې مشروع غوښتنې چې نړیوال هم کوي، موږ ملت هم کوو، چې هغه د تعلیم مسله ده، هغه لویه جرګه ده، هغه قانون ده. امارت باید دې ته کوتاره شي، باید دا ومني په ځان باندې او نړیوالو سره ځان تعامل ته ورسوي. او د نړیوالو نه مې غوښتنه دا ده، په ملګرو ملتونو نه مې غوښتنه دا ده، غیر رسمي کسه تاسې په افغانستان په نمایندګۍ په احساس هلته کینولی دی، دا د افغانستان نمایندګي نه شي کولی. دا د افغانستان اصلي نماینده چې اوسنی حکومت دی، اوسنی نظام دی، د افغانستان د اولس نمایندګي هم کوي، د افغانستان د خاورې نمایندګي هم کوي، د افغانستان د قانون نمایندګي کوي، د افغانستان د تمامیت ارضي استقلالیت نمایندګي کوي. د دوی نماینده وغواړئ هلته کینوئ چې هغه اصلي حقایق تاسو ته واورول شي او وویل شي. تشکر، سپاسگزار حضورتان مهمانان عزیز در برنامه کنونی نیمه روز.